سرخط خبرها. احمد رضا جلالی whose situation many members of this house are following. بررسی قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا علیه شیوه برخورد حکومت با شهروندانش. اعضا از اتحادیه اروپا می‌خواهند حقوق بشر محور همکاری با جمهوری اسلامی باشد. درخواست رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمریکا برای بازگشت به برجام. رافائل گروسی می‌گوید ترامپ بحران‌های هسته‌ای را پیچیده‌تر کرده. جلوگیری از نصب سنگ قبر برای نوید افکاری. ماموران امنیتی پدر و برادر او را چند ساعت بازداشت کردند. و نگاهی به دهمین سالگرد بهار عربی که زود به زمستان رسید. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را به بحث گذاشته. پیشنویس این قطعنامه را هر سه فراکسیون بزرگ پارلمان به همراه سبزها ارائه کردند. آنها در این قطعنامه از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، اعدام بر اساس محاکمه ناعادلانه و اعتراف اجباری و فشار بر دو تابعیتی ها انتقاد کردند. محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات در ایران هم به شدت محکوم شده. این قطعنامه که تا ساعتی دیگر در پارلمان اروپا به رأی گذاشته خواهد شد، به دامنه گسترده ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخت، از جمله بازداشت غیرقانونی نسرین ستوده، وکیل برنده جایزه ساخاروف که محکوم شده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند، اعدام نوید افکاری و روح الله زم را بر اساس اتهام مبهم افساد فی‌الارض و اعترافهای اجباری محکوم کرده و خواستار تدابیر هدفمند علیه عاملان اعدام از جمله قضاتی شده که حکم مرگ صادر می کند. این قطعنامه خواستار حمایت مؤثر از شهروندان ایرانی مقیم اروپا هم شده که در معرض تهدید عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند و از سرویس روابط خارجی اتحادیه خواسته تا با مداخله جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه مقابله کند. حکم اعدام احمد رضا جلالی را ناشی از محاکمه ناعادلانه و اتهام‌های بی اساس دانسته و گفته اگر او آزاد نشود باید تحریم‌های هدفمند جدیدی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شود. این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواسته حقوق بشر را به عنوان محور همکاری‌های دو جانبه با ایران منظور کند. همچنین از خواست مردم ایران برای زندگی در یک کشور آزاد و دموکراتیک حمایت کرده و خواستار تحقیق به سرپرستی سازمان ملل درباره سرکوب اعتراض‌های آبان ماه پارسال شده. برای صحبت بیشتر در مورد این قطعنامه، حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر از وین با ما هستن. با جزئیات در این قطعنامه به مسائل و مشکلات حقوق بشری در ایران اشاره میشه. بیشتر در مورد این قطعنامه به ما بگید و مفاد اون. آقای نائب هاشم، با درود به شما و بینندگان شما. خب شما تا حد زیادی شرح دادید اون چیزی که در قطعنامه هست. این قطعنامه خب عمدتاً به خانم نسرین ستوده و احمد رضا جلالی اختصاص داره و همچنین خب اعدام روح الله زم و آقای نوید افکاری رو در نظر گرفته. اشاره داره به وضعیت خشن برخورد به خانم گلرخ ایرایی به عنوان یکی از شهروندان ایران که مورد ستم واقع شده در حال حاضر. قطعنامه بسیار قویه، یعنی هر قطعنامه‌ای که ما شاهد هستیم در این اواخر اتحادیه اروپا صادر میکنه قوی تر از پیشه و خب میدونید که هفته گذشته نقطه عطفی بود در تصمیمات اتحادیه اروپا که قانون مانتیتسکی اروپایی رو در واقع تصویب کردن، به این معنی که در سطح جهانی ناقضان حقوق بشر رو به لیست تحریم هاشون بیفزایند و خب در این قطعنامه به این اشاره شده که از اتحادیه اروپا میخواد کسانی که تحت فشار قرار گرفتن زنده علاوه بر زندانی شدن، کسانی که در همین جریان اعتراضات از بین رفتن، اونها بازماندگانشون بتونن نقش قبر حتی بکنن و بقایاشون به اونها برگرده و کسانی که عامل این موضوع شدن از مسئولیت برخوردار نباشند و تحت تعقیب قرار بگیرن و به هر حال از تمام مقامات خاصه تو رابطه
بین دو دولت یا دو مجموعه روابط دو طرف مسئله حقوق بشر رو در اولویت جدی قرار بدن و به عنوان در واقع بطن و قلب مذاکراتشون مذاکرات فیما بین قرار بدن. اصل قضیه تا حد زیادی در این زاویه است در این قطعنامه. فکر میکنید که چنین قطعنامه‌هایی منجر به تغییر رویه میشه در اتحادیه اروپا یا اینکه در حد قطعنامه باقی میمونه؟ نه خب تنوع بین قطعنامه‌ها بسیار بیشتر شده و قطعا به تغییر رویه میتواند بیانجامد. خب مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ایران در خارج کشور حضور دارن و خب تلاش ها رو مضاعف میکنن. نقش رسانه ها در این رابطه بی تاثیر نیست با مطرح شدن هرچه بیشتر موضوعات حقوق بشر در سطح جامعه. قطعا اونها مجبور هستن بیش از پیش به این موضوع بپردازن. در این صحبت های 22 نماینده پارلمان اروپا صحبت کردن، از فراکسیون های مختلف، از 7 فراکسیون مختلف صحبت کردن و خود این قطعنامه حاصل جمع‌بندی نظرات 5 فراکسیون پارلمان اروپا است. وقتی که اتحادیه اروپا را قطعا خواهیم دید که با چه رأی بالایی این قطعنامه تصویب خواهد شد، وقتی که با این رأی بالا وقتی اتحادیه اروپا چیزی رو میخواد و به مسئولان خودش در واقع آخرین پاراگراف این قطعنامه از مسئولان اجرایی اتحادیه اروپا خواسته که تمام این مسائل رو در نظر بگیرن و با مجلس ایران، با رهبر ایران، با مجموع نمایندگان ایران به طور قاطع در این رابطه صحبت میکنن و پیگیری کنن مفاد این قطعنامه. چند بار شما به اقدام هدفمند اشاره کردید، چقدر اقدام هدفمند میتونه مؤثر باشه و دقیقا منظور از اقدام هدفمند چیه؟ به طور کلی خب میدونید که در سطح جهان خب ایران، جمهوری اسلامی ایران به شدت به روابط فیمابین با اتحادیه اروپا احتیاج داره، برای اینکه صرفا با حمایت مثلا روسیه و چین در سطح بین المللی و بعضی از کشورهایی که مانند خودش به شدت حقوق بشر رو نقض میکنن نمیتونه متکی باشه و از این نظر هم روابط فیمابین مهم هست. قبلا شرایطی بودش که مسائل اقتصادی تا حد زیادی میتونست تحت شعاع قرار بده مسائل حقوق بشر رو، ولی روز به روز این وضعیت در حال تغییر هست و خب ما همین اواخر از جانب گزارشگرهای ویژه موضوعی مختلف به اضافه جاوید رحمان شاهد بودیم که خوانیم شدن که وقایع سال 67 هم بررسی کنند. در همین قطعنامه‌ای که هستم خواسته شده که آقای جاوید رحمان بتونه به ایران سفر بکنه و مسائل حقوق بشر رو پیگیری کنه. این وزن مسائل حقوق بشر رو به حال افرادی مثل من که پیگیری میکنن در روابط فیمابین میبینیم به طور مشخص که در حال افزایش، هرچند که این روند بطئیه ولی مداوم شاهد اون هستیم. متشکرم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. ممنون از شما. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته سیاست های دونالد ترامپ در 4 سال گذشته بحران برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی را پیچیده تر کرده و جهان ناامن‌تر شده. رافائل گروسی در گفتگو با تلویزیون CBS با انتقاد از تصمیم آقای ترامپ برای خروج از برجام و ابراز نگرانی از کاهش تعهدات هسته ای ایران به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده به سوی مذاکره با ایران گام بردارد. او گفته اطمینان دارد طی هفته ها و ماه های آینده شرایط برای مذاکره آماده خواهد شد. مطمئنم که در چند هفته یا ماه آینده با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و همگرایی فاکتورهای دیگر در جهان تحرکات تازه‌ای صورت خواهد گرفت. ما امیدواریم که مذاکراتی انجام شود. وضعیت جاری تغییر کرده، بنابراین مذاکره کنندگان و سیاستگزاران در واشنگتن و دیگر جاها از جمله تهران مجبور خواهند بود تا خود را با وضعیت جدید منطبق کنند. برای صحبت بیشتر در این باره بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران از وین با ما هستن. آقای بیات، از یک طرف همه طرف‌ها دعوت میشن که برگردن به مذاکرات در مورد برجام، از طرف دیگه میبینیم که مصوبه اخیر مجلس اصولا راه رو برای احیای برجام به شکلی که بوده سد میکنه. فکر میکنید چقدر دولت ایران میتونه از این سد بگذره؟
ما دو تا جریان داریم در هم در ایران هم در بیرون از ایران در جهان که میخواد از پیشبرد روند دیپلماسی وقتی که آقای بایدن میاد جلوگیری بکنه و اینو هم در ایران همچه گفتم در هر دو هست و در مورد ایران نمونه برجستش همین مصوبه مجلسه که در واقع میخواد این اون کسی که آقای فخری زاده رو ترور کرد در واقع در مقابلش هم طرف ایرانی از این لحاظ. اونطور صحبت های آقای گروسی واقعا جالبه و خیلی تازگی داره. یکی این که با رئیس جمهور امریکایی که هنوز رئیس جمهوره به این صراحت صحبت میکنه. همچی چیزی به ندرت پیش میاد، شاید اصلا پیش نیاد که با این صراحت میگه که آقای ترامپ مقصر بوده که از برجام بیرون رفته و وضعیت رو بدتر و مشکلتر کرده. از طرف دیگر مخاطرات جمهوری اسلامی رو در کنار کره شمالی برمیشموره از این لحاظ. و نکته به نظر من محورهای دیگه صحبت آقای گروسی، یکی این که از آقای بایدن در واقع درخواست میکنه که به برجام برگرده، در این حالی که مطرح میکنه همون جوری که بسیاری که ناظرن بر این عقیده ان که وضعیت عوض شده، الان اون برجام قبلی نخواهد بود و میشم فرض رو بر این گذاشت که آن نخواهد بود. حتی اگر آقای بایدن بلا واسطه وارد برجام بشه، یکی از احتمالاته، اما کوشششون این خواهد بود که یک برجام دیگری بسازن. موضوع هم همین هست. آقای روحانی چند روز پیش گفت که هیچ گونه پیش شرطی رو نمیپذیره برای بازگشت بر سر میز مذاکره در مورد برجام، ولی در خود آمریکا حتی کسانی که موافق بازگشت آمریکا برای برجام در برجام هستن میگن که باید کوتاه نیاد در مورد صحبت در مورد برنامه‌های موشکی، برنامه‌های حقوق موضوع حقوق بشر در ایران و یا فعالیت‌های ایران در منطقه. بله، سوال این است که آیا وارد برجام بشن بعد این موضوع رو پیش ببرن یا از قبل؟ آن که پیش شرط، شاید منظور آقای روحانی پیش شرط یعنی که از قبل باید یه درخواستایی برآورده بشه. احتمالاً پیش شرط بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هم میتونه باشه که اول تحریم ها رو بردارید. به احتمال قوی بلافاصله تحریم ها رو بر نخواهند داشت، اما آنچنان که برجام ساخته شده آمریکا میتواند وارد برجام بشه و به موازات یا در درون برجام حتی اون برنامه‌های دیگر رو، مثل این که رفتار ایران رو در دستور روز قرار دادن یا برنامه موشکی ایران رو در دستور روز قرار دادن و اینا، هم میتونن مطرح بشن. البته موضوع موشکی ایران واقعا موضوع پیچیده‌ایه به نظر من، جز راه حل کلی در خاورمیانه که اصولا در کل خاورمیانه محدودیت تسلیحاتی به وجود بیاد، نمیشه از یک طرف رو مسلح کنی تا دندان یک طرف و یک طرف دیگر رو بگی تو حق نداری. این لحاظ میتونه همین موضوع هم در درون برجام مورد در بررسی قرار بگیره. نکته مهم اینجاست، فقط اگه اجازه به جمله اضافه بکنم، که آقای بایدن اشاره کرد که اگر امریکا توی برجام باشند با توجه به وجود مکانیسم ماشه میتونه اهدافش رو پیش ببره، مثل مثلا رفتار ایران و موشک و این موضوعهای دیگر که مطرح بودن. بهروز بیا، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران از وین، متشکرم از شما. خواهش میکنم. و بعد اشاره کنم که دیشب در برنامه 60 دقیقه در گزارشی که در مورد آینده برجام پخش کردیم به اشتباه گفته شد که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته مصوبه اخیر مجلس ایران در ارتباط با کاهش تعهدات هسته‌ای ممکن است راه برگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را دشوارتر کند. لازم است که اینجا تصحیح کنیم که آقای بایدن هنوز هیچ نظری درباره این مصوبه نداده و بابت این اشتباه عذرخواهی می‌کنیم. برنامه رو با دو خبر کوتاه پی می‌گیریم. وزارت خارجه ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه ایران توصیف کرده. قطعنامه سازمان ملل که با 82 رأی موافق به تصویب رسید از نقض سیستماتیک و خطرناک حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا ارائه شده بود، همچنین از آمار بالای اعدام در ایران از جمله بر اساس اعترافات اجباری
ابراز نگرانی شدید کرده. دبیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعدام روح الله زم را محکوم کرده. اودری ازوله گفته اجرای حکم اعدام برای یک خبرنگار پیام ناگواری علیه آزادی بیان و رسانه است. آقای زم که مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود، 5 روز پیش در ایران با طناب دار اعدام شد و به جاسوسی متهم شده بود. اعدام روح الله زم با انتقادهای گسترده بین المللی روبرو شده. پدر و برادر نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده ایرانی صبح امروز در محل دفن او در گورستان روستای سنگر از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس توسط نیروهای امنیتی برای چند ساعت بازداشت شدند. ماموران امنیتی بعداً حسین و حمید افکاری را آزاد کردند. یکی از نزدیکان نوید افکاری به بی بی سی فارسی گفته خانواده افکاری در این مدت تحت فشار بودند تا برای او سنگ قبر نگذارند و امروز پدر و برادر نوید در حال تمیز کردن و آماده سازی مزار او برای نصب سنگ قبر بودند که بازداشت شدند. مریم افشنگ همکارم با ماست. مریم، بیشتر بهمون بگو که چرا بازداشت شدند و چطور آزاد شدند؟ قبل از اینکه برگردیم به این داستان بگم که همین دقایق پیش به من خبر رسید که 25 تا 30 نفر از ماموران امنیتی به قبرستان سنگر رفتن با لودر و تصمیم دارن گویا قبر رو تخریب کنن. متاسفانه تمام تلفن‌های همراه تمام اعضای خانواده که اونجا حاضر بودن رو گرفتن و امکان اطلاع رسانی بیشتر تا این لحظه دست ما نیست. البته ما داریم تلاش می‌کنیم که بتونیم فیلمی، عکسی یا توضیحات و جزئیات بیشتری از اینکه چرا با لودر به اون مکان رفتن در واقع پیدا کنیم. خبرهایی که ما داریم اینه که همونطور که گفتی پدر، برادر، پسر، عمه و کارگری رفته بودن صبح با خاک و گل که در واقع مزار رو آماده کنن و تمیز و مرتب بکنن که شاید بتونن سنگ قبری بذارن، چون در تمام این ماها از در این سه ماه گذشته مدام خانواده تحت تهدید و فشار بودن که اجازه ندارن سنگ قبر بذارن، یا حتی اگه بخوان بذارن باید مطابق اون چیزی روش بنویسن که ماموران امنیتی میخوان. به اطلاعات اردکان برده شدن، قاضی بهشون مستقیما گفته که حق ندارید هیچ کاری انجام بدین، اصلا به چه مجوزی دارید گل رو صاف میکنید و حق ندارید مگر اینکه ما اجازه بدیم. از پدر نوید افکاری خواستن که به صورت مکتوب توضیح بده که داشته چه کار میکرده که در واقع همین گل صاف کردن رو به صورت مکتوب بنویسه. این اطلاعاتیه که ما داریم و حالا منتظریم ببینیم که آیا خبرهای دیگه از این داستان لودر و این ماموران نیروی انتظامی امنیتی دست ما میرسه یا نه. در مورد وضعیت دو برادر دیگه چه میدونیم؟ وحید و حبیب افکاری از در واقع چندین روز قبل از اعدام که 22 شهریور بوده در زندان انفرادی هستند و همچنان در زندان انفرادی هستند. تمام تلاش‌های خانواده برای اینکه بدونن چرا و به دستور چه کسی این دو فرد خانواده در انفرادی هستند هنوز به هیچ جایی نرسیده. امروز به پدر نوید افکاری گفتن اگر سنگ قبر برای نوید نذاری این دو پسرت رو منتقل می‌کنیم به بند عمومی. این شرطی بوده که براش گذاشتن. همونطور که بهت گفتم تمام تلاش‌هایی که این خانواده کردن که اصلا بدونن چرا و حداقل این دو نفر به بند عمومی منتقل بشن بی نتیجه مونده و بهشون مدام گفته میشه که هر کی به سراغ هر کسی یا هر نهاد و ارگانی میرن میگن ما نمیدونیم و حتی میگن حتی دست بالاترین مقام استان فارس هم نیست. و چیزی که هست اینه که حتی اوایل مدت‌ها به اینا میگفتن که ما در جمهوری اسلامی اصلا سلول انفرادی نداریم و این حرفی که شما میزنید از اساس درست نیست. بعدها که بالاخره پذیرفتن قرار شده پیگیری کنن، از اون زمانی که وعده و قول دادن به خانواده که پیگیری بکنن گویا حدود 2 ماه میگذره و هنوز هیچ پاسخ دقیقی برای اینکه توضیح بدن چرا وحید و حبیب افکاری همچنان در زندان انفرادی هستن مشخص نیست. متشکرم از تو مریم افشنگ. یک گروه 10 نفره از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی قرار است ماه آینده به شهر ووهان چین سفر کنند. هدف تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا است. چین مدت‌ها با تحقیق و تفحص درباره این موضوع مخالفت کرد، اما بعد از مذاکرات طولانی با سازمان بهداشت جهانی سرانجام اجازه داد کارشناسان این سازمان به ووهان دسترسی پیدا کنند. گزارش پل هاکینز رو ببینیم.
Did it come from bats? آیا ویروس کرونا از خفاش آمد؟ آیا پای حیوان دومی هم در انتقال ویروس به بدن انسان در میان بود؟ آیا بازار ماهی ووهان منشأ شیوع بیماری بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها، کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ماه آینده به ووهان سفر خواهند کرد. هدفشان کشف واقعیت است. اینکه ویروس از کجا آمد و چگونه پخش شد. آنچه تاکنون می‌دانید، 3 ژانویه 2019 چین تحقیق درباره ویروسی را آغاز کرد که ده‌ها نفر را در ووهان مبتلا کرده بود. یک هفته بعد، رسانه‌های چینی اولی مرگ بر اثر این بیماری را گزارش کردند. 2 ماه بعد، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که این ویروس عالمگیر شده. در ماه سپتامبر، شمار جانباختگان در جهان از 1 میلیون نفر عبور کرد. نیمی از آنها در برزیل، هند و آمریکا بودند. در ماه نوامبر، آمریکا اولین کشور با بیش از 250,000 جانباخته شد. در نهایت، کمتر از 2 هفته پیش، اولین واکسن تایید شده کرونا به مارگارت کینان در بریتانیا تزریق شد. اما تاکنون منشأ این ویروس مشخص نبوده. سال گذشته لی وندلینگ، پزشکی در بیمارستان مرکزی ووهان، درباره شیوع یک بیماری اسرارآمیز جدید به همکارانش هشدار داد، اما پلیس او را به دروغگویی متهم کرد و به اتهام نشر اکاذیب از او تحقیق شد. چند ماه بعد این پزشک بر اثر کرونا درگذشت. تلاش‌های چین برای کم اهمیت جلوه دادن این بیماری و خودداری این کشور از ارائه اطلاعات شفاف به سازمان بهداشت جهانی منجر به اتهام‌هایی از این دست شده. تلاش‌های چین برای پنهانکاری، فریب دادن و سرپوش گذاشتن روی شیوع این بیماری منجر به همه‌گیری آن در سراسر دنیا شد. ادعاهایی هم مطرح شده درباره اینکه این ویروس تصادفاً از این آزمایشگاه در ووهان به بیرون دست کرد، اما کسی نمی‌تواند با اطمینان صحت این ادعا را تایید کند. تابستان امسال 2 نفر از سازمان بهداشت جهانی به چین رفتند، اما برای گرفتن مجوز دسترسی به ووهان با مشکلاتی مواجه شدند. خیلی مهمه که دولت چین از خودش شفافیت نشون بده تا دانشمندا بتونن به جواب سوالشون برسن. خیلی مهمه که همه طرفا با هم به صورت باز و شفاف در ارتباط باشن. دانشمندان میگویند یافتن حقیقت درباره چگونگی شیوع این ویروس میتواند به جلوگیری از تکرار وقایع مشابه در آینده کمک کند. باید دید دولت پنهانکار چین این بار چقدر در راه به ثمر رسیدن این تلاش‌ها همکاری خواهد کرد. پل هاکینز، BBC نیوز. امروز 10 سالگرد آغاز خیزش‌های در خاورمیانه است که به بهار عربی معروف شد. 10 سال پیش در چنین روزی انتشار نماهایی در فضای مجازی از خودسوزی جوانی به نام محمد بوعزیزی در تونس آینده خاورمیانه را تغییر داد. مردم کشورهای عرب و بخش بزرگی از جهان بعد از 10 سال هنوز با پیامدهای این خیزش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و حالا عنوان بهار عربی برای توصیف این تحولات مورد مناقشه است. مهرداد فرهمند نگاهی کرده به تونس که 10 سال پیش ماجرا از آنجا آغاز شد. تونس را تنها نمونه موفق خیزش‌های عربی به شمار می‌آورند. تنها میوه بهار عربی. اما این برداشت خیلی به واقعیت نزدیک نیست. درست است که تونسی‌ها امروز دموکراسی نسبی، انتخابات آزاد و آزادی تجمع‌های اعتراضی دارند، اما رشد اقتصادی حتی پس از 10 سال تلاش به نیمی از رشد پیش از انقلاب نرسیده. بیکاری بسیار فراگیر، معیشت مردم نابسامان است. بیشترین شمار مهاجران غیر قانونی که جان را به خطر می اندازند و با قایق به آب‌های مدیترانه می زنند تا به اروپا برسند، تونسی‌اند. تونسی‌ها همچنین میان اعضای داعش از لحاظ فراوانی رتبه اول را داشتند. همان گونه که تونس را نمونه موفق بهار عربی برشمردن به واقعیت خیلی نزدیک نیست، روایتی هم که از نخستین جرقه خیزش‌های عربی شهرت یافته صحیح نیست. یعنی داستان خودسوزی محمد بوعزیزی افسانه‌اش بیشتر از واقعیت است. بد نیست گوشه از جستجویی را بیاد بیاوریم که چند ماه پس از آغاز خیزش‌های عربی در داستان محمد بوعزیزی کردم. بهار عربی اینجا جوان زد. طوفانی که بساط حکومت‌های مقتدر را برهم چید از اینجا به پا خواست. محلی گمنام در شهری دورافتاده در کشوری آرام و کم اهمیت. ایستگاه تاکسی‌های شهر کوشک سیدی بوزید در کشور تونس. داستان مشهور جرقه انقلاب‌های عربی را همه شنیده‌اید.
پلیس بساط میوه فروش جوانی را به نام محمد بوعزیزی جمع می‌کند و یک پلیس زن به صورت او سیلی می‌زند. محمد بوعزیزی هم در فیسبوک اعلام می‌کند که رفتنی است و خودش را آتش می‌زند. یعنی سیلی که این خانم ریزنقش زد چنان شرارایی برافروخت که جهان عرب را به آتش کشید. اما این خانم اصلا پلیس نبود، مأمور سد معبر شهرداری بود. اصلا سیلی هم در کار نبود. یعنی وقتی شف کرد سیارت البلدیه هرب، لیکن هو امتنع. اولش ماشین شهرداری رو که دید در رفت، بعدش دوباره اومد و شروع کرد به داد و بیداد. وقتی داشتم یه جعبه از گلابیاش رو میذاشتم تو ماشین بهم حمله کرد. از لباسام گرفتم و یونیفرمم رو پاره کرد و نشانهای دولتی رو کند. خیلی ترسیده بودم. کتفیات الموجودین یثبتوا الرتبه. انا خفت عطيت. بالاخره من یه زنم و نمیتونم در برابر یه مرد از خودم دفاع کنم. حتی قوه باش نمنع راجل. دادگاه هم ثابت شد که این خانم اصلا سیلی نزده، از او عذر خواستند و به سر کارش در شهرداری برش گردوندند. شهردار حاضر نشد به ما مصاحبه بدهد، اما گفت که اطلاع دارد بوعزیزی اصلا قصد آتش زدن خودش را نداشته و چه بسا وقتی داشته فقط تهدید به آتش زدن خودش میکرده، مست بوده و ناخواسته خودش را آتش زده. هم اکبر دلیل و به طرف خانه محمد بوعزیزی رفتیم. در فقیرنشین ترین بخش شهر سیدی بوزید. در این کوچه در سیدی بوزید و در این خانه بود که محمد بوعزیزی همراه با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. در این محله تنگ دستان خانه بوعزیزی‌ها محقرترین است. همسایه‌ها می‌گویند پدر و مادر محمد بوعزیزی خیلی هم پولدار بودند، اما پول را از فرزندانشان دریغ می‌کردند. به گفته همسایه‌ها پدر محمد بوعزیزی الکلی بوده. مادرش هم هیچ شهرت خوبی در این محله ندارد و همسایه‌ها او را مسئول خودکشی پسرش می‌دانند. در این شهر کوچک که بیشتر مردم همدیگر را می‌شناسند، خیلی‌ها با همسایه‌های بوعزیزی‌ها هم نظرند. خانواده محمد بوعزیزی اکنون در کانادا ساکن شده‌اند. خیلی از تونسی‌ها الان او را حتی لعنت می‌کنند و به روح زین العابدین بن علی درود می‌فرستند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.